تو این ویدیو قراره 5 تا فیلم ترسناک خفن رو بهت معرفی کنم، پس اگه طرفدار ژانر وحشت هستی تا آخر همراه من باش. سلام، من محمد علی شیرزاد هستم. به کانال شیرزاد فیلم خیلی خوش اومدین. تو این کانال ما معرفی فیلم و سریال داریم و فیلم‌ها و سریالایی که منتشر میشن رو با هم دیگه بررسی میکنیم. پس اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقعی که من ویدیو جدید آپلود کردم بهتون اطلاع داده بشه و تشریف بیارید ویدیو رو ببینید. اگر هم از اینستاگرام دارید منو میبینید، پیج رو فالو کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. پرفروش‌ترین فیلم ترسناک تاریخ کره و اولین فیلم ترسناک کره که تو آمریکا اکران شد. A Tale of Two Sisters، داستان دو خواهر. کارگردان کیم جی وون، محصول سال 2003. دختری که بعد مرگ مادرش نتونسته با این قضیه کنار بیاد و مشکلات روانی پیدا کرده. مدتی توی آسایشگاه روانی بوده و حالا برمیگرده خونه پیش پدر و خواهر و نامادریش. دو تا خواهر از نامادریشون متنفرن چون رفتار ظالمانه‌ای نسبت بهشون داره. ولی این مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی وقتیه که اتفاقای عجیب غریبی جلوراهشون سبز میشه. اتفاقای عجیب غریبی که کل زندگی و خونهشون رو زیر و رو میکنه. تصاویری که قراره تو این فیلم ببینید خیره کننده است، پس بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم پیچیده و خفن رو از دست ندید. داستان یه زن و پسرش که این زن شوهرش رو توی تصادف از دست میده و مجبور میشه پسرش سام رو تنهایی بزرگ کنه. بابا دوک، کارگردان جنیفر کنت، محصول سال 2014. سام درست همون روزی که پدرش میمیره به دنیا میاد و از همون اول رفتارهای غیر عادی از خودش نشون میداده. ولی موقع این رفتار شدت پیدا میکنه که یه شب مادرش یه کتابی براش میخونه به اسم آقای بابا دوک. بابا دوک یه هیولای انسان نما، رنگ پریده، با انگشتای بلند. سام اعتقاد داره که بابا دوک واقعیه. همین رفتارهای سام باعث میشه که روان مادرش هم تحت تاثیر قرار بگیره. از اون به بعد اتفاقای عجیبی براشون میفته. صداهای عجیبی میشنون، تو غذاشون خورده شیشه پیدا میشه. سام بابا دوک رو مقصر این قضیه میدونه. پیشنهاد میکنم این فیلم از دست ندید، چون به یه نوعی داره مشکلات روانی که ممکنه برای کودکان پیش بیاد و بررسی میکنه. داستان یه خانواده‌ای تو دهه 1630، کسایی که توسط نیروهای اهریمنی که تو جنگل اطراف مزرعه‌شون زندگی میکنن اذیت میشن. دویچ، جادوگر، کارگردان رابرت راگرز، محصول سال 2015. کم کم حیوانای این خانواده رفتارهای عجیبی از خودشون نشون میدن. محصولای مزرعه‌شون کم میشه. یکی از بچه‌هاشون توسط نیروهای اهریمنی تسخیر میشه. اعضای خونه به دختر خانواده مشکوک میشن و جادوگر خطابش میکنن. موضوعات مذهبی، فضای تاریخی و مسئله سرکوب زنان باعث شده که یه فیلم متفاوت نسبت به بقیه فیلم‌های ترسناک ببینیم. با اینکه تو این فیلم صحنه‌های خون و خونریزی وجود نداره، با این حال یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های این دهه است. یه فیلم دیگه از کره جنوبی. جسد جانگ جیون تیکه تیکه شده کنار یه رودخونه پیدا میشه. همسرش که مأمور مخفی اطلاعات تصمیم میگیره که شخصا دنبال قاتل بگرده و به بدترین شکل ممکن ازش انتقام بگیره. آی ساو د دیول، من شیطان را دیدم. کارگردان کیم جی وون، محصول سال 2010. یه فیلم پر از استراب که بازیگرا با بازی خیلی خوبشون همراهت میکنن. تو این فیلم میبینیم که این مأمور مخفی چطوری از اخلاقیات و انسانیت دور میشه. اون با هدف انتقام سراغ قاتل میره، ولی همونقدر که اونو عذاب میده خودش هم داره به طرف تاریکی و جنون میره. اگه دل و جرأت کافی ندارید پیشنهاد میکنم اصلا سمت این فیلم نرید. لوسی زن جوونیه که تو دوران کودکی روبوده شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته. یه روزی بالاخره موفق میشه که از دستشون فرار کنه. شهدا، کارگردان پاسکال لوژیه، محصول مشترک فرانسه و کانادا، سال 2008. 15 سال بعد وقتی که لوسی محل زندگی اونا رو پیدا میکنه تصمیم میگیره که انتقام بگیره. تو این فیلم قراره تو مسیری که لوسی برای انتقام پیش گرفته همراهیش کنیم. یه مسیر پر از خون و خونریزی.
خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و اگه فیلم ترسناکی از که فکر میکنید جاش تو این لیست خالی بود حتما کامنت کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.